آغاز شمارش معکوس برای انتخابات مجلس ایران. آیا رقابت جدی است؟ اطلاعات تازه درباره میدان نفتی تازه کشف شده ایران. وزیر نفت میگوید حدود 2 میلیارد بشکه قابل بهره برداری است. و نفتکش های چراغ خاموش چطور شناسایی می شوند؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. با بازگشایی ستاد انتخابات در ایران، مقدمات رقابت برای مجلس 11 رسما کلید خورد. مجلسی با 290 عضو. از همین حالا جریان‌های سیاسی داخل حکومت کم و بیش به تکاپو افتادند. اصولگرایان با گفتگو درباره یک شورای ائتلاف و اصلاح طلبان با رایزنی درباره یک شورای سیاست‌گذاری. ولی از هر دو اردو صداهای متفاوت و نواهای هماهنگ به گوش میرسد. مهمتر از آن بحثی پردامنه در گرفته که زمینه آن بعد از اعتراض‌های دیماه 96 شکل گرفت. بحث بر سر رفتن پای صندوق رای یا تحریم آن. جزئیات بیشتر در گزارشی از مریم افشنگ. افتتاح ستاد انتخابات در ایران با حضور وزیر کشور. بیش از 3 ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده. از شروع ثبت نام که انشاءالله در 10 آذر ماه خواهد بود تا انتهای انتخابات حدود 83 روز زمان خواهیم داشت که بتوانیم یک انتخابات با شکوه، سالم، در محیطی امن و با مشارکت بالا انشاءالله با محوریت قانون داشته باشیم. حکومت انتخاباتی با شکوه می خواهد. از کلیه احزاب سیاسی هم می خواهد اولویتشان جلب مشارکت حداکثری مردم باشد. اصرار به مشارکت در حالی است که فشارهای اقتصادی بسیاری از مردم را ناراضی کرده. فشاری که بخشی از آن بر اثر تشدید تحریم هاست و بخشی از آن به باور بعضی ناشی از فساد اقتصادی در لایه‌های مختلف حکومت. انتخابات را نماد و شاخص مقاومت و استقامت مردم در مقابل فشار، زورآزمایی ها و تحریم هایی که دشمنان ما بر علیه انقلاب و اسلام و نظام اسلامی دارند تبدیل بشه به یک مانور قدرت، مانور مقاومت، استقامت، حضور و مشارکت مردم. آرام آرام فضا انتخاباتی تر می شود و احزاب مختلف شروع به رایزنی و یارگیری می کنند و شعارهای انتخاباتی می دهند. درود می فرستیم و سلام می کنیم به فرزند برومندش حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی. افتخار این دیار. بعضی همین حرفهای حسن روحانی را گرم کردن تنور انتخابات می دانند. با همه الزامات از سوی دیگر زمزمه اختلافاتی در بین اصلاح طلبان بر سر چگونگی حضور آنان در انتخابات مجلس به گوش می‌رسد. اصولگرایان هم هنوز ائتلافی برای انتخابات پیش رو تشکیل ندادند. این فیلمی است که خبرگزاری مهر به تازگی منتشر کرده. میتونم بزنم ورق بزنم؟ آشنا نیستن. چرا سخت عکساتون؟ نشته بزن کیا اینا؟ کسانی هستن که توی جنگ شاید شرکت کرده باشن؟ های کمران نره؟ شهید هسته‌ای بوده؟ نمیشناسم. منم نمیشناسم. جدا این که شاید برای مردم کوچه و خیابان هنوز حرف از انتخابات و تصمیم گرفتن برای رفتن پای صندوق رای زود باشد، چندی پیش بخشی از منتقدان و مخالفان حکومت اعتراض خود را اینطور بیان کردند. این شعار و اعتراضات دیماه 96 و صدها اعتراض کارگران، دانشجویان، مالباختگان، معلمان و بازنشستگان در سال گذشته نسبت به وضعیت بد معیشتی شاید زنگ خطر برای حکومتی باشد که همیشه با شعار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات میگوید از حمایت اکثر مردم برخوردار است. مریم افشنگ، BBC.
ایران اطلاعات تازه‌ای درباره یک میدان نفتی تازه کشف شده در استان خوزستان ارائه کرده. هفته گذشته رئیس جمهوری ایران گفت این میدان 53 میلیارد بشکه نفت دارد. وزیر نفت میگوید 22 میلیارد بشکه از این مقدار تازه کشف شده و بقیه‌اش قبلاً شناسایی شده بود. همچنین فقط حدود 2 میلیارد بشکه از این مقدار قابل استحصال است. ایران امیدوار است که با بهره برداری از این ذخایر بتواند به درآمدهای سرشار برسد، اما تحریم‌ها کار را سخت کرده. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. این هدیه کوچک دولت. خبر کشف 53 میلیارد بشکه ذخیره نفتی کم خبری نبود که دیروز در میان کنایه‌های دیگر حسن روحانی به قوه قضاییه کم رنگ شد. ما یک میدان نفتی به اندازه 53 میلیارد بشکه نفت کشف کردیم. خیلی اتفاق نمی‌افتد که ایران یا هر کشور دیگری چنین ذخایر عظیمی از نفت را کشف کند. خوب یا بد بودن خبر بسته به واقعیت‌هایی است که باید در نظر گرفت. واقعیت اول اینکه چقدر از این نفت را ایران می‌تواند از زیر زمین بیرون بکشد. من به شما بگم اگر 1% بازیافت این میدان نفتی بیشتر بشه 32 میلیارد دلار درآمد ما بیشتر میشه. در ادامه آنچه دیروز آقای رئیس جمهور محترم، امروز وزیر نفت در این مراسم جزئیات بیشتری ارائه داد. از جمله اینکه ظرفیت واقعی میدان جدید 22 میلیارد بشکه است نه 53 میلیارد و اینکه ایران در حال حاضر میتواند 10% این 22 میلیارد بشکه را از زیر زمین بیرون بکشد. با توجه به اینکه قبلا 31 میلیارد بشکه نفت ذخیره قبلی زیر میدان ها 5 میدان بوده، اونچه که اضافه میشه نفت درجا برای ما 22 میلیارد بشکه نفت درجای اضافی ثبت میشه که اگر ما با حدود 10% ما برداشت با توجه به تکنولوژی های فعلی که داریم که در نظر گرفتیم، حجم که به ذخیره قابل بازیافت کشور اضافه میشه حدود 2.2 میلیارد بشکه است. اگر شرایط برای ایران عادی بود، محاسبه سود و زیان ایران از این ذخایر آسان تر می بود. ایران در حال حاضر حدود 150 میلیارد بشکه نفت در زیر زمین دارد. پس 22 میلیارد بشکه دیگر ایران را از چهارمین به سومین بزرگترین دارنده نفت در دنیا بدل می کند. واقعیت دومی که باید در نظر گرفت این است که چقدر از نفت موجود در زیر زمین قابل استخراج است. در همه جای دنیا مقدار نفتی که قابل استخراج است با مقدار نفتی که موجود است تفاوت فاحشی دارد. اما واقعیت سوم این است که حتی اگر ایران بتواند نفت کشف شده خود را از زیر زمین بیرون بکشد، چقدر از آن را میتواند بفروشد؟ نه خیلی. تحریم‌ها صادرات نفت ایران را طبق بعضی برآوردها به زیر 300 هزار بشکه در روز رسانده. یعنی پولی هم ندارد که بتواند از طریق آن از شرکت‌های نفتی خارجی کمک بخواهد. شرکت‌هایی که حتی در نبود تحریم هم مورد شک و سوءظن تندروها و مخالفان دولت روحانی هستند که دیروز خطابش با آنها بود. اونهایی که در این 2 سال اخیر و 3 سال اخیر مرتب میگن شرکت‌های خارجی و فناوری خارجی نباید وارد کشور بشه، ما باید از فناوری‌های پیشرفته جهان استفاده کنیم. میزان ذخایر کشف شده نفت در مقابل میزانی که قابل استخراج است و میزانی که میتوان تولید کرد نمودارها را به هم می‌ریزد. این جدول نشان می‌دهد نفت‌خیزترین کشورهای دنیا کدامند. ونزوئلا با 300 میلیارد بشکه ذخیره نفتی در صدر است. سپس عربستان با 266 میلیارد بشکه و بعداً کانادا و در مقام چهارم ایران. اما اگر به ظرفیت تولید نفت این کشورها نگاه کنیم، می‌بینیم که آمریکا در صدر قرار می‌گیرد و در مقام دوم روسیه، سپس عربستان و بعد عراق و کانادا. ایران با کمتر از 2.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید و با کمتر از 0.5 میلیون بشکه صادرات در قعر جدول خواهد بود. خبر دیروز حسن روحانی شاید خبر خوبی باشد اگر کشف 22 میلیارد بشکه نفت همین الان قابل استحصال و قابل فروش بود. سیاوش اردلان، BBC.
پیش از بازگشت تحریم ها آمریکا تهدید کرد که صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند. یک سال بعد فروش نفت ایران با 80% کاهش به کمتر از 400 هزار بشکه در روز رسیده است. در مقابل مقام های ایران بارها گفتند که از هر راهی برای دور زدن تحریم ها و فروش نفت استفاده می کنند. یکی از این راه ها خاموش کردن ترانسپاندر کشتی های حامل نفت ایران است، دستگاهی که موقعیت، مبدأ و مقصد کشتی ها را نشان می دهد. اما آنطور که باران عباسی در گزارشش می گوید، پیشرفت تکنولوژی باعث شده چنین روشی کارایی سابق را نداشته باشد. زمانی که می شد با کشتی به دل دریا زد و در افق گم شد، دیگر گذشته است. صنعت کشتیرانی حالا برای کسانی که می خواهند مخفیانه راهی اقیانوس ها شوند، جای امنی نیست. هزاران ماهواره در مدار زمین چشم به پایین دوختند و پنهان شدن از دیدشان حتی در دل دریا تقریبا غیر ممکن است. این تصاویر ماهواره ای از کشتی ایرانی آدریان دریای یک است، بعد از رفع توقیف از جبل و طارق. اینجا در نزدیکی سواحل سوریه با خاموش کردن ترانسپوندر تمام تلاشش را کرد تا پنهان بماند، اما عکسش در رسانه ها منتشر شد. شرکت هایی که کارشان ردیابی محموله های دریایی است با بررسی این تصاویر گفتند این نفتکش قصد دارد بارش را در بندری در سوریه تخلیه کند، برخلاف تضمین ایران به بریتانیا. اما این شرکت های ردیاب کجا هستند و چطور کار می کنند؟ نفتکش های ایران شاید هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در بندر خارک یا وسط اقیانوس هند باشند، اما تکنولوژی امروز این امکان رو به ما میده که کوچکترین حرکت نفتکش ها رو از اینجا در قلب شهر لندن دنبال کنیم. برای آشنایی با چگونگی ردیابی کشتی ها به کپلر آمده ایم، شرکتی که کارش را شفاف کردن بازار انرژی تعریف میکند. الکس بوت، مدیر تحلیل بازار کپلر، به من نقشه ای را نشان می دهد از موقعیت هزاران کشتی در سراسر جهان. این نقشه همه کشتی هایی که حامل نفت هستند یا قصد حمل کالا رو دارن نشون میده. ما مبدا و مقصدشون رو ردیابی و نوع محموله‌ای که حمل میکنند رو شناسایی میکنیم. فلش های نارنجی کشتی هایی رو نشون میدن که باری ندارن و سبز ها اونایی هستن که حامل محموله هن. میتونی الان اینجا یه نفتکش ایرانی رو بهمون نشون بدی؟ بله، مثلا کشتی هلم متعلق به شرکت ملی نفت ایرانه. آخرین بار 35 دقیقه پیش دیده شده. آخرین بار محمولش رو در ماه آوریل در چین خالی کرده. در ماه ژوئن در تأسیسات پارس جنوبی بار زده، اما هنوز جایی بارش رو خالی نکرده. کشتی‌های ایرانی برای مخفی شدن ترانسپوندر رو خاموش می‌کنن. این دستگاه‌ها سرعت، مقصد و موقعیت کشتی‌ها رو نشون میدن. اما خاموش کردن این دستگاه پنهان ماندن کشتی را تضمین نمی کند. شرکت های ردیابی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به دنبال کشتی های پنهان شده می گردند. برای نمونه اینجا در بندر خارک 4 کشتی رو می‌بینیم که در اسکله هستن، اما مثل این دوتا کشتی دیگه ترانسپوندرشون روشن نیست. این به ما میگه که این 4 کشتی احتمالاً دارن بارگیری می‌کنن بدون اینکه ترانسپوندرشون روشن باشه. Without their AIS transponders turned on. اما رصد و ردیابی کشتی ها تنها کار چنین شرکت هایی نیست. حتی اگر همه داده های لازم را نداشته باشند، با پردازش حجم عظیم اطلاعات درباره رفت و آمد ها در بنادر، شرکت های ردیابی می توانند مبدأ، مقصد، نوع و میزان محصولی که یک کشتی حمل می کند را حدس بزنند و حتی بگویند وضعیت اقتصادی کشورها به کدام سو می رود. مثلا اینکه ایران ناتوان از فروش نفت تولیدیش، حجم زیادی از آن را ذخیره می کند. این ستون‌های آبی کشتی‌های حامل نفت ایران را نشون می‌دهند که بارشون هنوز فروخته نشده. اینجا می‌بینیم که در ماه‌های مارس، آوریل و می امسال که فشار تحریم‌ها کم شده بود، میزان نفتی که داخل تانکرها نگه داشته شده کم شده. اما اینجا می‌بینیم که با شدید شدن تحریم‌ها این میزان به شدت افزایش پیدا کرده. حدود 50 میلیون بشکه نفت ایران داخل تانکرها در دریا، مثلا بین خلیج فارس و سنگاپور، سرگردونه. شاید دو دهه پیش در نبود اطلاعات شفاف، دانستن میزان نفتی که یک کشور در حال جنگ یا تحت تحریم صادر می کند ناممکن بود.
اما امروز در نبود اطلاعات رسمی می شود برآوردی از صادرات ایران در اوج تحریم به دست آورد. باران عباسی، بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از فسادهای میلیارد دلاری در ایران گفته. از 4 پرونده‌ای که مجموع آنها بالغ بر 6 میلیارد و 300 میلیون دلار می شود. او در انتقادی از قوه قضاییه گفته که این نهاد در رسیدگی به چنین مواردی موفق نبوده. شماری از حاضران در مراسم سخنرانی رئیس جمهوری ایران هم علیه عملکرد اقتصادی او شعار دادند. در واکنش آقای روحانی گفت که این چند نفر صدای مردم را بازتاب نمی دهند و تلویحاً اشاره کرد که صدای آمریکا از حنجره آنها شنیده می شود. پرونده های فسادی که حسن روحانی از آنها سخن می گوید کدام ها هستند؟ شعار علیه کارنامه اقتصادی حسن روحانی یک حرکت سازماندهی شده سیاسی بود یا حاصل سرخوردگی مردم عادی؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از شیدا هوشمندی. از قوه قضاییه می خوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد. صحبت های پرباستا به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر استانی به یزد. بعضی می گویند تصفیه حساب سیاسی بوده. نزدیکان دولت هم معتقدند آقای روحانی می خواهد در مبارزه با فساد جلو دار باشد. 2,700,000,000 پول این مردم را خورد. اینجا اشاره ای آقای روحانی به 2 میلیارد دلار پول نفت در پرونده بابک زنجانی در میان کف و سوت مردم یزد. 2 میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد. منظور رئیس جمهوری ایران مصادره 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در امریکاست. باز هم با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد در کوتاهی در خارج کردن اموال ایران از امریکا. بدون پاسخ به استدلال دادگاه که میگوید این اموال به خاطر بمبگذاری‌ها و اقدام‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی بلوکه شده. اینها تنها بخشی از صحبت‌های جنجالی حسن روحانی درباره فساد است. کسی که نزدیکانش از جمله برادر او به فساد متهم هستند. دستگاه‌های نظارتی را مسئول می‌کنم تا 947 میلیون دلار را برای مردم توضیح بدهند. به وزیر نفت می‌گویم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح بدهند. ارقامی که حسن روحانی از آنها صحبت می‌کند بزرگ هستند، اما رئیس جمهوری نامی از این نهادهای به گفته او فاسد نمی‌برد. دانستن ارقام هم گره‌ای از مشکل فساد باز نمی‌کند. اینکه چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی‌رود. اشاره حسن روحانی به دادگاه‌های بررسی پرونده‌های فساد است که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه در ابعاد کم سابقه‌ای تشکیل می‌شوند. دادگاه‌هایی که چند روز خبرساز می‌شوند و بعد از یادها می‌روند. آقای روحانی صحبت درباره فساد را بعد از آن آغاز کرد که مردم یزد شعارهایی در انتقاد از وضعیت اقتصاد سر دادند. تلویزیون حکومتی ایران هم که در این گونه موارد گاهی صدا را سانسور می کند تمام شعارها را به طور کامل پخش کرد و این پاسخ رئیس جمهوری ایران به اعتراضها. صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. رئیس دولت ایران بعد از این واکنش از دستاوردهای اقتصادی دولت سخن گفت، آماری که مراجع مستقل با تردید به آن نگاه می کنند. در ماه‌های اردیبهشت تا مهر هر ماه فشار تورم را کنترل کند. حالا رئیس جمهوری فعلی و قبلی هر دو هم منتقد فساد هستند، هم متهم به فساد. دست کم فساد در میان نزدیکانشان. هیچ یک از دو جناح سیاسی که داخل نظام محسوب می‌شوند فساد را کتمان نمی‌کنند. دیگر کمتر حساسیت عمومی روی فساد نتیجه سیاه نمایی مخالفان نظام توصیف می شود.
به نظر می رسد با نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس در اسفند ماه، مسابقه مبارزه با فساد بین دو جناح سیاسی داغ‌تر هم بشود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. کلید تخریب دیوار برلین که یک شبه خانواده‌های زیادی را برای سال‌ها از هم جدا کرده بود و حدود 28 سال نمادی از جدایی شرق از جهان غرب و جنگ سرد بود، در 9 نوامبر 1989 زده شد. دولت آلمان شرقی تحت فشار اعتراضات مردمی و بین‌المللی اعلام کرد که مرزهای برلین شرقی و غربی باز است و شهروندان برلین شرقی بدون محدودیت می‌توانند در تمام برلین رفت آمد کنند. آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس ایرانی مقیم فرانسه، آن روزها برای ثبت این واقعه تاریخی در برلین شرقی بود. سیامک محیط‌زاده در گزارشی وقایع آن روزها را با استفاده از عکس‌ها و مشاهده‌های آلفرد یعقوب‌زاده به تصویر کشیده است. نوامبر 1989 من در منزلم بودم با یکی از دوستان، داشتیم اخبار می‌دیدیم که یک دفعه خبر رسید تمام دروازه‌های برلین بازه. دوستم پیشنهاد کرد که خب پس بریم، ما هم گفتیم بریم و اولین هواپیما رو گرفتیم و رفتم به برلین. به راننده تاکسی گفتم که منو ببر به چک پوینت چارلی. بعد من پیاده رفتم به طرف مرز آلمان شرقی که پر نیروهای انتظامی و سربازهای آلمان شرقی بودن و ماشینا داشتن همینجوری وارد می‌شدن و مردم همه داشتن دست می‌زدن و جشن می‌گرفتن. در همین حین من یک ماشین قرمز رو دیدم و دنبال این ماشین قرمز دویدم و به خودم مثلا خلاصه یه ایده دادم که این ماشین قرمز تقریبا شبیه پرچم روسیه است و داره به طرف غرب فرار میکنه. خب خیلی خوشحال بودم که بتونم این مثلا عکس رو با ماشین قرمز بگیرم و دیدم مثلا مردم در ماشین رو باز میکنن و پنجره‌ها خب باز بود، درها رو باز میکردن و شهروندان آلمان شرقی رو شروع کردن به مارچ و بوسه. الان جلوی براندنبورگ گیت ایستادم. 30 سال پیش دست راستم دیوار برلین بود، یعنی این قسمتی که ایستادم آلمان شرقی بود. ساعت 10 شب رسیدم اینجا، دیدم پر تظاهر کننده بود که سعی کردن از دیوار برن بالا و پلیس شروع کرد به عقب روندن تظاهر کننده ها و تظاهر کننده ها رفتن بالای دیوار و شروع کردن با پتک و سنگ دیوار رو شکوندن. تقریبا نزدیکای ساعت 5 صبح بود که موفق شدن دیوار رو بکشن پایین. باز پلیس آلمان شرقی حمله کرد و دیوار رو کشید بالا. تقریبا نیم ساعت کلنجار دیوار اومد پایین و تمام مردم آلمان شرقی
خیلی خوشحال بودم و شهروندهای آلمان غربی اومدن به طرف پلیس، شروع کردن به دست دادن با پلیس آلمان شرقی و تقریبا خاتمه این دیوار بود. یازده نوامبر بود که تقریبا دو روز من نخوابیده بودم که یه دفعه خبر اومد قرار دیوار برلین از طرف پوتسدام پلاتس، یعنی نیروهای آلمان شرقی و غربی با هم باز بکنن و یک کلیدوری برای مردم آلمان شرقی بشه که بتونن بیان به آلمان غربی. و اون لحظه‌ای بود که آلمان شرقی و آلمان غربی باز هم متحد شد و تبدیل شد به یک آلمان همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.